گرامی بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من از راهی دورتر از همیشه با شما سخن میگویم. من در سفر در کانادا هستم و با یاری آقای مشکینیار و دیگر گردانندگان تلویزیون موفق شدم که از این راه دور از استودیو و با امکانات نسبتا محدودی که در این اتاق هتل در اختیار من هست، برنامه رو به طور زنده در برابر شما قرار بدم. و از پیش از شما پوزش میخوام که به دلایل فنی شاید کیفیت برنامه به خوبی برنامه های دیگر ما نباشه، اما این کمبودهایی که ما گاه در این سفر و در پخش برنامه و تنظیم برنامه و ضبط کارها و انتشار کتاب و خیلی کارهایی که به هر حال بر روی آدمهایی مانند من در اون درگیر هستن و گاه گرفتاری برایشون پیدا میشود، با اون روبرو هستیم در برابر درد و رنج مردم ایران که به ویژه امروز گرفتار این رویداد هولناک زلزله هم در بخشی از ایران، بخش غربی ایران، کرمانشاه تا بخش های مرزی ایران و عراق هم شدند، هیچ نیست، هیچ هست. در واقع باید گفت ما این گرفتاری ها رو باید چندان بهایی بهش ندن. گرفتاری های مانند همین کیفیت برنامه و ضبط و چیزهایی از این دست رو در مقابل درد و رنجی که مردم ایران نه تنها از رویدادهای طبیعی میکشند، از ناتوانی های یک دولت فوق‌العاده فاسد، دولتی که هیچ آمادگی برای رسیدگی به این نوع گرفتاری های هولناک رو نداره، اونها هم بر رنج و درد مردم ایران افسوده می شود. اجازه بدهید که از سوی خودم و دوست گرامی هم آقای مهری از شما پوزش بخواهم که در برنامه‌ای که در دو روز پیش در برگی از تاریخ دیدید، من و ایشان یادی از زلزله و غم و رنج هم میهنان نکردیم، زیرا برنامه ما پیش از رویداد زلزله هولناک کرمانشاه و بخش های کردنشین ایران پخش ضبط شده بود و در نتیجه در هنگام پخش برنامه شما برنامه رو دیدید که شاید چند ساعتی پیش از رویداد زلزله در استودیو ضبط شده بود. گاه به دلیل سفر یا به دلیل گرفتاری های دیگر برنامه هایی رو ما ضبط میکنیم و برنامه به طور زنده نیست، ولی برنامه که امروز در برابر شما قرار دارد برنامه است زنده. و اشاره کردم که من اینک در سفر هستم در کانادا برای ایراد سخنرانی امشب در تورنتو درباره زنده یاد محمد مصدق. از من دعوت کردند در به دعوت کتاب فروشی پگاه در یکی از سالن های مرتبط با مرکز شهرداری در این شهر که در پایان برنامه محل رو اعلام خواهم کرد. به اینجا آمدم، به کانادا آمدم، دیشب به اینجا رسیدم و این است که از این راه با شما سخن میگویم. این زلزله دردناک اگرچه قابل پیش بینی نیست، اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان و حتی کشورهایی که شاید در سیاهه پیشرفته ترین کشورهای جهان نباشند، اما کشورهایی هستند که بر روی به مردم خودشون بهای میدهند، این رویدادها اگرچه قابل پیش بینی نیست، اما بنا نیست که با چنین بدبختی های پس از این رویداد مردم روبرو باشند، آب نداشته باشند، در سرما بخوابند و چیزهایی که میبینیم در این کلیپ های تلویزیونی و اینترنتی که پخش میشود و خبرهایی که شما از هممیهنانتون در اون از اون مناطق میگیرید بسیار بسیار دردناک است. اجازه بدهید به چند موضوع در این رابطه اشاره کنم. در 25 شهریور ماه 1357، چند ماه پیش از پیروزی نیروهای اسلامی در انقلابی که در جریان بود و پیش از شکل گرفتن دولت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، در 25 شهریور ماه 1357، 39 سال پیش، 39 سال چند ماه پیش، زلزله هولناکی در طبس روی داد. در اون هنگام که این زلزله روی داد، آیت الله خمینی در نوفل شاتو در حومه پاریس، پیرامون پاریس به سر می برد. این زلزله یک هفته پس از رویداد
17 همه شهریور بود که شماری از مردم در برخورد و در درگیری نیروهای دولتی، نیروهای امنیتی، پلیس و نیروهای امنیتی ضد شورش در اون دوران کشته شده بودند. شمار اونها بر روی زیاد بود، ولی تبلیغاتی که در اون هنگام انجام می گرفت می گفتند شاید 1000 نفر در این ماجرای 17 شهریور کشته شدند، که همه شواهد امروز گواهی بر این است که این شمار شاید 1/10 این تعداد هم نبوده. البته حتی اگر 1 نفر هم در یک راهپیمایی و تظاهرات خیابانی که مردم دست به سلاح نبردند، دست به جنگ افزار نبردند و مسالمت آمیز از کشته بشود، یک رفتار بسیار غیر انسانی است. من این رو نمیخوام توجیه کنم. دولت ها باید مردم رو آزاد بگذارند برای راهپیمایی، تظاهرات، تا اونجایی که اونها ویران نمی کنند، آتش نمی زنند، جنگ افزار به دست نمی گیرند، راهپیمایی های مردم، تظاهرات مردم، بس نشستن مردم و حتی جلوگیری از ترافیک و که بسیاری از کشورها برگزار می شود، اینها بخشی از حقوق مردم هست، بخشی از حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان این حقوق رو بهش احترام می گذارند. کشور ما چنین سنت و تاریخی رو نداشته، جز در دوران انقلاب مشروطه و یکی دو سال پس از انقلاب مشروطه، شاید تا پیش از به توپ بسته شدن مجلس و شاید هم دورهای کوتاهی و سپس در دوران زمامداری 27 ماهه زنده یاد محمد مصدق، در کشور ما چیزی به نام راهپیمایی های آزاد نبوده. البته پیش از زمامداری زنده یاد مصدق هم در اون سالهای پس از اشغال ایران، به ویژه پس از خروج نیروهای خارجی از ایران، گروه های سیاسی دست به راهپیمایی های نسبتا آزادی می زدند و کسی کشته نمی شد. ولی در دوران انقلاب شوربخت داد که گروهی از مردم در درگیری با پلیس و نیروهای نظامی و انتظامی کشته شدند. اما تبلیغاتی که از سوی نیروهای اسلامی و نیروهای مخالف رژیم گذشته ایران انجام می گرفت، این شمار رو 10ها بار و حتی گاه 100 بار بیشتر از شمار کشته شدگان جلوه می داد. اشاره کردم در 25 شهریور ماه زلزله هولناک طبس روی داد و آیت الله خمینی در این زمینه اعلامیه منتشر کرد که پیکره این اعلامیه رو آقای مشکیار الان در اختیار شما قرار میدند. پیکره خود اطلاعیه است که آقای خمینی از پاریس منتشر کردند. البته در اون اطلاعیه نگفته بودند 25 شهریور. گمان میکنم به تاریخ عربی اول شوال سال فکر میکنم 94 هم چیزی رو نوشته بودند. مثل که جناب کارگردان رو نوشته این اطلاعیه رو، اعلامیه رو ندارن که در برای دیدگاه شما قرار بدن، ولی به هر روی اگر داشتن در درازای این برنامه حتما در اختیار شما قرار خواهند داد. در این بیانیه آقای خمینی دو ادعا می کند. یکم این که می گوید فریب تبلیغات حکومت رو که می خواهد مردم رو در واکنش به این زلزله متحد بکنه و این زلزله رو یک فاجعه ملی قلمداد بکنه، فریب این رو نخورید، زیرا این حکومتی که بر سر کار است حکومتی است خونریز. و در همین اعلامیه ادعا میکند که در روز 17 شهریور با کمک آدمهایی که از اسرائیل آورده بودند 4000 نفر را در تهران کشتند، که خب دو ادعای کاملا دروغ در این نوشته آقای خمینی هست. نخست اینکه شرکت کنندگان در سرکوب مردم، در درگیری با مردم از اسرائیل آمده بودند، که دروغی برای تحریک مردم است. دو دیگر اینکه 4000 نفر در این روز کشته شدند، که این رقم شاید دست کم 20 برابر و شاید بیشتر از شماری باشه که در اون روز در تهران کشته شدند، که گویا شماری مانند میان 100 تا 120 130 نفر در اون روز در تهران کشته شدند، که خب 120 125 نفر بیش از شماری است که باید کشته میشدند، یعنی هیچ کس نباید کشته میشد. در این جای گفتگو نیست، اما این ادعای آقای خمینی به ویژه در این زمینه است که فریب حکومت رو نخورید، زیرا این حکومت
میخواهد به بهانه این زلزله طبس ادعای وحدت ملی بکند، این رو فاجعه ملی قلمداد بکند. این فاجعه ملی نیست، این پیامد فساد دولت پهلوی است. خانه های کاهگلی برای مردم ساخته بودند، از پول درآمد نفت به جایی که هزینه کنند و خانه های محکمتری رو برای مردم بسازند، ببینید که با چه گرفتاری هایی مردم رو روبرو کردند. از هنگام زلزله طبس به این سوی چند زلزله دیگر در ایران روی داده و در هیچ کدام از این زلزله ها دولت این پیام آقای خمینی رو آویزه گوش نکرده، یعنی فراموش کرده که از زلزله نباید برای یک بمبانی یک رویداد ملی یاد کرد. مردم حق ندارند در جریان زلزله به دولت خورده بگیرند که این خانه ها و این ساختمان هایی که فروپاشیده، ساختمان ها و خانه های بسیار به ویژه اونهایی که دولت ساخته، ساختمان های دولتی بوده یا با اجازه دولت، جواز دولتی ساخته شده، ساختمان هایی نبوده که بتواند در برابر یک زلزله کمترین مقاومت رو بکنه. همه اون ایرادهایی که در اون بیانیه معروف طبس آقای خمینی به شاه می گرفت، چند برابر بیشتر از اون امروز به رهبران و سران و مدیران کشوری که میراث آیت الله خمینی است، دولتی که میراث آیت الله خمینی است، وارد است. و امروز از همین زلزله برای تبلیغات سیاسی بهره می گیرند. آخوندها در مقابل ساختمان های ویران شده عکس می گیرند و سپس ادعا می کنند که با تمام قوا مجهز شدند، بسیج شدند برای یاری رساندن به مردم، در حالی که در بسیاری از بخش های زلزله زده ایران ما حتی با ابتدایی ترین کمک های دولتی هم روبرو نیستیم. واقعا فاجعه آمیز هست که 40 سال پیش، 39 سال پیش آدمی به نام آیت الله خمینی و حتی امام خمینی و رهبر جمهوری اسلامی، پایه‌گذار جمهوری اسلامی، با چنان زبان تندی، خامه تندی به رژیم گذشته ایران ایراد بگیرد که شما، این کوتاهی شماست که این بلای زلزله رو بر سر مردم ایران 10 برابر کرده، این بلای آسمانی نیست. و امروز خود اینها که وارث همون میراث آیت الله خمینی هستن میگویند که خیر، این یک بلای آسمانی است و این گرفتاری است که بر سر مردم آمده و دولت در این کار نقشی نداره. حتی یکی از مقامات بلندپایه دولت که مسئولیتش واکنش در برابر این رویدادهاست گفته بود که ما غافلگیر شدیم، که گویا بنا بوده که زمین از راه تلگرافی یا از راه یک تکستی به ایشان خبر بدهند که ما به زودی زلزله خواهیم کرد، که ایشان غافلگیر نشند. گویا پدیده‌ای به نام زلزله اصلا از بنیاد غافلگیر کننده نیست. ولی به هر روی امروز در لابلای این نوع سخنان تبلیغات گسترده‌ای برای حتی توجیه رفتار حکومت متاسفانه می شود. نمی دانم که دوستان در از راه دور در اتاق فرمان می توانند این کلیپ مربوط به زلزله پیشین رو، زلزله‌ای که در آذربایجان گمان می کنم روی داد، تکی رو که ادعا می کردند که زلزله چندان بزرگ نبوده چون ما در پناه امام زمان هستیم، این رو پخش کنند. اگر می توانند من سکوت می کنم که بتوانند رو پخش کنند. چند ثانیه بیشتر در خبرها داشت تاسون امروز هم شاهد زلزله با شدت بسیار بالا که 7.7 به شدت در کشور ما تقریبا در 50 سال اخیر بی سابقه بود. ولی خوشبختانه چون کشور آقای امام زمان هست و ایام خاطریه بود، به عنایت این دیگه دو عالم ما امروز زلزله 7.7 به شدت را تجربه کردیم. خب میبینید دیگه، این منطق حکومتی است که میخواهد به مردم بگوید که این کشور امام زمان هست، زیر سایه امام زمان زندگی میکنه. و حتی چنین رویدادهای هولناک و دردناکی هم که رخ میدهد اشاره میکند که خوشبختانه این رویدادها خیلی هم دردناک نبوده، برای اینکه امام زمان از مردم پاسداری میکرده و
نذاشته که این زلزله بسیار بسیار سنگین بیشتر از این میزانی که کشته شدن از مردم بکشد و از میان ببرد. خب اینها به راستی بازی با باورهای خرافی مردم هست. مردمی که زیر آوار موندند، مردمی که جان خودشون رو از دست دادن، خانه و کاشانی خودشون رو از دست دادن، یعنی مردمی که عزیزان خودشون رو از دست دادن، اونهایی که جانشون رو از دست دادن که به هر روی از این مسائلی که خبر ندارن، ولی اونهایی که عزیزانشون از دست دادن، اونهایی که خانوادهشون از دست دادن، خانه و کاشانهشون ویران شده و امروز گرسنه در سرما زندگی میکنند و پشتیبان و کمکی هم جز از سوی خود مردم ندارند، بناست که به این نوع تبلیغات دروغین گوش فرا بدهند و شادمان باشند که امام ناپیدا سایه خودش رو بر سر اونها افکنده و نگذاشته که این زلزله بیشتر از اینها زیان برساند، وگرنه خیلی بیشتر از اینها زیان میرساند. خب مردم بناست که این دروغ ها رو باور کنند. اما این زلزله چیز دیگری رو هم برای مردم ما آشکار کرد، یعنی یک جنبه مثبتی هم در خودش داشته، نه خود زلزله بلکه واکنش مردم. درست یک ماه پیش بود گمان میکنم در این برنامه من درباره، یا شاید اندکی بیشتر، درباره انتخابات اقلیم کردستان، همه پرسی برای استقلال اقلیم کردستان با شما سخن گفتم و اشاره کردم که در بخش‌هایی از کردستان ایران هم مردمی شادی و پایکوبی کرده بودند برای استقلال کردستان، و باز اشاره کردم که گروه‌های قومگرای کرد که میگویند کردستان زیر ستم دولت فارس میباشد، خب تبلیغات زیادی رو در میان مردم کرد برای دامن زدن به این احساس جدایی، احساس پیوند نداشتن با مردم ایران، تبلیغات زیادی رو انجام دادند و این زلزله روی داد. شوربخت این زلزله روی داد و بیشتر بخش هایی که در این زلزله بسیار بسیار ویران شد از بخش های کردنشین سرزمین ایران بود، یعنی بیشتر خسارات رو مردم کرد ایران در این زلزله دادن. ولی شما نگاه کنید به این شور و شوقی که در گوشه و کنار ایران از دورترین بخش های مرزی ایران، از سرخس گرفته تا بندر عباس، از اهواز گرفته تا تبریز، تهران، اصفهان، شیراز، سر تا سر ایران، مردم ایران با چه شور و شوقی برای یاری رساندن به زلزله زدگان سفارایی کردند. مردم ایران، مردم سر پل ذهاب و کرمانشاه و همه بخش های زلزله زده رو بخشی از ایران میدونند، بخشی از تن مردم ایران میدونند و هیچگاه در این روزها کسی سخن از این نگفته که ما کمتر کمک کنیم، زیرا اینها در میانشان گرایش های جدای طلبانه در میان برخی از کردها وجود داشته و پاره رفتن و شادمانی کردن برای استقلال اقلیم کردستان عراق و شاید هم در اندیشه خودشون این بوده که روزی هم کردستان ایران دست به استقلال بزنه، که البته میدانم که چنین چیزی واقعیت نداره. اما این تبلیغات دروغین قومگرایی رو نقش براب میکنه. ایرانیان در یاری رساندن به مردم کردستان اونها رو ایرانی میدانند، اونها رو هم میهن خودشان میدانند و مردمی که در این کلیپ های تلویزیونی و ویدیویی میبینید که با چه دردی از هم میهنان خودشون یاری میطلبند، اونها با زبان، با هر زبانی که میتوانند سخن بگویند، به زبان کردی یا فارسی، با دیگر هم میهنانشون سخن میگویند و از اونها یاری میخواهند، از اونها پشتیبانی میخواهند. ایرانیان در سرتاسر جهان برای یاری رساندن به مردم زلزله زده به پا خواستند و کمک های گسترده ای رو در این زمینه انجام دادند. در هیچ کجا در این کارزارهایی برای رساندن پول و مواد غذایی سخن از این قوم اونقوم نبوده، سخن از مردم ایران بوده. و این کسانی که همچنان در این شیفور میدمند که بله ایران کشوریست کثیرالمله، ایران کشوریست چند ملیتی، اقوام زیر ستم هستند، خوب نگاه کنند که در این رویداد هولناک زلزله مردم ایران چگونه احساس یگانگی و یک پارچگی میکنند و به یاری یک دیگر
میشتابند و نشان میدهند که هیچ باوری به این افسانه ها و دروغ ها ندارند که گویا بناس ایران چند پاره بشود و بناس ایران تقسیم بشود به واحدهای قومی و غیره. در همین رضاییه که بارها نیروهای کوشش کردند که میان مردم ترک زبان آذری و مردم کرد زبان دشمنی برپا کنند و درگیری به وجود بیاورند، یا در شهرک ها و شهرهای کوچکی که مردم کرد و ترک کنار هم زندگی می کنند در همین خاک ایران، نگاه کنید که با چوش شور و شوقی بدون هیچ گونه نگاهی به مسائل زبانی و قومی و از این دست، مردم یک پارچه به پا خواستند و به یاری زلزله زدگان شتافتند. واقعیت ایران ما همین است. همان گونه که در جنگ ایران عراق، جنگ ایران عراق، میلیون ها ایرانی از هر تیر و تباری، حتی اونهایی که با رژیم اسلامی مخالف بودند، برای پاسداری از مرز و بوم ایران، به پاسداری از این سرزمین پرداختند و خیلی ها جان از دست دادند، خیلی ها معلول شدند. هم در اون دوران هم نشان دادند که پاسداری از این سرزمین کهن، پاسداری از یک پارچگی کشور ما، مرز قومی و ایلی نمی شناسد و در درازای تاریخ مردم ایران برای سربلندی همه ایران کوشش کردند. گرفتاری ما در سپهر سیاست بوده، نه در سپهر روابط مردم با یکدیگر. این در سپهر سیاست است که ما روی خوش ندیدیم، آزادی ندیدیم، حکومت غیر فاسد نداشتیم و در هر دوره‌ای باید این احساس درد رو بکنیم که ای کاش انگامی که این زلزله روی داد ما حکومتی نماینده مردم، دموکراتیک، بدور از فساد می داشتیم که به راستی به یاری مردم بشه تابد. ولی شور وقتا که چنین نیست. گرفتاری ما یک گرفتاری بزرگ سیاسی است، ساختار خودکامه و ساختار ایدئولوژیک و مذهبی و تبعیض‌گرایی است که بر جامعه ما امروز حاکم است و در گذشته به صورت غیر مذهبی ولی در قالب خودکامه و فاسد حاکم بوده. مردم ایران با یکدیگر گرفتاری ندارند. این رفتارهای دولت هاست که این نابرابری ها و گرفتاری ها و تبعیض های موجود در جامعه رو چند برابر میکنه و مردم رو در برابر یکدیگر قرار میده. در دوران های پر از گرفتاری مردم شانه به شانه در کنار یکدیگر، دست به دست، زن و مرد، از هر تیر و تبار و از هر آیینی به یاری هم میهنانشان میشتابند و این واکنش به زلزله هم همین رو نشان داد و نشان داد که این افسانه ها که گویا یک بخشی از ایران، بخش چندان مهمی از خاک ما به شمار نمی آید، اصلا چنین افسانه هایی نادرست و دروغین است و مردم ایران از هر گوش و کنار در هر کجای ایران که چنین رویدادی به وجود بیاید رخ بدهد به یاری مردم و هممیهنان خودشان، گفتم از هر تیر و تبار و به هر زبان و به هر آیینی می شتابند. این گرفتاری دولت هاست و به ویژه دولت کنونی ایران است که مردم رو تقسیم کرده به شیعی و سنی، به زن و مرد، به کرد و بلوچ و فارس زبان و غیره. مردم رو تقسیم کرده به وفاداران به ولایت یا مخالفان ولایت و چیزهایی که بر روی در این سالها شاهدمون بودیم. در حالی که در نگاه امروزی و مدرن جامعه بشری مردم دارای حقوقی برابر هستند. زن و مرد از هر تیر و تبار، از هر آیینی، از هر پیشینه‌ای، از هر گرایش سیاسی، از هر روش زندگی جنسی و جنسیتی حقوق برابر دارند. انسان هستند، انسانی هستند مانند انسانهای دیگر، انسانی با حقوق کامل و نه انسانی با حقوق کمتر از دیگری. و این رفتار 40 سال گذشته بوده که ایرانیان رو تقسیم کرده به گروه هایی که یکی از دیگری حقوقی کمتر داره، بهایی رو انسانی بسیار پایین تر از مسلمان برشمرده، اهل سنت رو پایین تر از شیعی برشمرده، زن رو کمتر از مرد قلم داد کرده. و امروز میبینیم در واکنش به این رویداد هولناک مردم ایران همه این رفتارها رو فراموش میکنند، از پیر و جوان، زن و مرد، از هر تیر و تباری به یاری مردم بخت برگشته کرمانشاه و
سرزمین های کردنشین زلزله زده می شتابند. این زیبایی جامعه ماست و این زیبایی رو هیچ مقدار چرک و خشونت حکومت دینی در ایران پنهان نخواهد کرد. اجمده مصدق. و اما برنامه امروز در این زمان کوتاهی که باقی مانده است، اگر به یاد داشته باشید شما همیهنان گرامی، در هفته های گذشته و در سال های گذشته به شکل دیگری من بارها این خطر جنگ رو در مورد ایران گوشزد کردم و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و سوگند خوردن آقای ترامپ در ژانویه امسال بارها و بارها به این موضوع پرداختم که دولت تازه ایالات متحده آمریکا سودای برانگیختن جنگ با ایران رو داره و بران است که یک اتحاد بزرگی از کشورهای عربی و غیر عرب برای جنگ با ایران فراهم ببینه. امروز این در واقع آگاهی رسانی رو دنبال میکنم و باز هم یادآور میشوم که رفتار حکومت، رفتار جمهوری اسلامی در کشورهای پیرامون ایران، در لبنان، در عراق، در سوریه، در یمن، در جایهای دیگر زمینه‌ای رو فراهم کرده که ما امروز منزوی ترین کشور جهان باشیم یا یکی از منزوی ترین کشورهای جهان و یک نیروی گسترده‌ای برای درگیری با جمهوری اسلامی، درگیری نظامی با جمهوری اسلامی متحد شدند. آگاهی‌های تازه‌ای که من به دست آوردم گواه بر این است که پاکستان سودای حتی گرفتن بخشی از ایران رو داره، بخش‌های جنوبی ایران رو. یعنی گروه‌هایی در پاکستان در دستگاه امنیتی پاکستان امیدوار هستند که اگر جنگی با ایران از سوی عربستان و اسرائیل و کشورهای دیگر در بگیره، اونها بتوانند از راه سیستان و بلوچستان حتی تا بندر عباس هم پیش بیایند و همیهنان گرامی با پوزش فراوان و همچنین با این تردستی کارگردان بسیار بسیار وارد ما که در یه جایی که برنامه به دلیل اینترنت قطع می شود ترانه ای رو در برابر شما قرار می دهد. این گرفتاری هنگامی که من در سفر هستم پیش می آید و گرفتاری از این سوی است نه از سوی تلویزیون. بنده در هتلی هستم که مرهون میزان اینترنتی اونها هستم. پوزش می خواهم و برنامه رو دنبال می کنم. واقعیت این است که افسون بر آگاهی هایی که امروز بیشتر و بیشتر ما در مورد برنامه ریزی در درون دستگاه امنیتی پاکستان برای درگیری با ایران داریم،
امروز یک جبهه بسیار نیرومندی به رهبری عربستان و شرکت دیگر کشورهای عربی برای درگیری با ایران شکل گرفته و دولت آقای ترامپ هم کاملا از این برنامه‌ریزی دولت عربستان پشتیبانی میکنه. و اینکه در اون سخنرانی سازمان ملل آشکارا خلیج فارس رو خلیج عربی اعلام کرد، این به دلیل ناآگاهی نیست، اینها همه بخشی از برنامه‌ای است که میخوان به جهان اعلام بکنن که بله در اون منطقه این دولت‌های عربی هستند که متحد ایالات متحده آمریکا به شمار میآیند و شاید هم حتی برخی از اونها چشم به بخش‌های از خاک ایران مانند خوزستان که اونها عربستان میخوانند داشته باشند. این جنگ احتمالی که اگر دولت جمهوری اسلامی سر عقل نیاید، درایت نداشته باشد، روی خواهد داد و کشور ما را با ویرانی بسیار بسیار بزرگی روبرو خواهد کرد، می تواند به دامن زدن یک جنگ داخلی قومی در ایران بیانجامد، از خوزستان و کردستان و آذربایجان و سیستان و بلوچستان و دیگر بخش‌های ایران گرفته تا حتی در شهرهای بزرگ مرکزی ایران. ما با یک دوران بسیار بسیار دردناک و هولناکی روبرو هستیم، دورانی است که باید مردم ایران یک پارچه از هر تیر و تبار و از هر جناح سیاسی که هستند فشار بگذارند به روی حکومت که دست از سر این نوع ماجراجویی‌ها در کشورهای همسایه بردارد و بهانه رو برای دخالت نظامی در ایران کاهش بدهد. دوران تحریم ها به پایان رسیده، دیگر این کشورها به دنبال تحریم نخواهند بود، بلکه بیشتر و بیشتر در سودای برانگیختن یک جنگ با ایران خواهد بود. کارهای آزمایشی اون رو هم آغاز کردن، همین موشکی که گفتن از سوی یمن به ایران پرتاب شده و دولت ایران اعلام کرده، پاسداران اعلام کردن هیچ نقشی در اون نداشتن و چه بسا نقشی هم در اون نداشتن نمیدانیم. همه اینها گواه بر این است که ما با یک دوران بسیار پرمخاطره‌ای روبرو هستیم. هیچگاه در تاریخ شاید 200 سال گذشته ایران خطر چند پارچگی ایران تا این اندازه نبوده. این حکومتی که ادعا میکند پاسدار مرزهای ایران است و ادامه دهنده تاریخ ایران با رنگ و روی مذهبی و شیعی، برای نخستین بار ایران رو در برابر یک خطر تجزیه قرار داده و این هشداری است که ما باید همواره به یاد سران جمهوری اسلامی بیاوریم که افسون بر فاجعه غارت دارایی های ایران، فساد و تباهی که در ایران هیچگاه در تاریخ اون به این اندازه نبوده، افسون بر ویرانی محیط زیست، زیستبوم ایران، افسون بر خشک کردن آبهای زیرزمینی ایران، افسون بر این سیاست تبعیض لگام گسیخته‌ای که در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده، افسون بر فشار مذهبی بر کسانی که باورمند به برداشت ویژه رهبران ایران از این نگاه مذهبی نیستن، افسون بر همه تبهکاری های دیگر، این ننگ دامن زدن به خطر تجزیه ایران به نام رهبران دینی شیعی ایران رقم خواهد خورد اگر به خود نیاید. همان گونه که در تاریخ ایران ننگ برانگیختن جنگ دوم ایران و روس که به پیمان ترکمانچاه و جدا شدن همیشگی 17 شهر قفقاز انجامید به نام رهبران دینی شیعه که فتوا به این جنگ دادن نوشته شده، امروز هم اگر جنگی در بگیرد و به چند پارچگی ایران بیانجامد و جنگ داخلی و شمار بسیاری از ایرانیان کشته بشوند، این ننگ به پای حکومت نوشته خواهد شد. مردم ایران خواهان درگیری نیستند. مردم ایران دشمنی با ایالات متحده آمریکا، با همسایگان، با اسرائیل ندارند، بنا نیست داشته باشند. دلیلی برای مردم ایران وجود ندارد که بگویند مرگ بر آمریکا یا مرگ بر اسرائیل. چرا؟ این حکومت است که به این نوع تبهکاری ها دامن زده و باید به خود بیاید. دست کم برای کاهش این امکان جنگ، دست از این
شرارت ها برداره، دست از این ماجراجویی ها در پیرامون ایران برداره. جنگ در کمین نشسته است، ویرانی ایران در کمین ما نشسته. اگر این زلزله نمیدانم چه اندازه، ولی گویا تا نزدیک به 1000 کشته به جای نهاده، باور کنید که اگر جنگی در بگیرد، اگر یک نیروی متحد کشورهای عربی از یک سوی پاکستان از سوی دیگر به ایران حمله بکنند، شماری که از مردم ایران کشته خواهد شد هزاران برابر بیشتر از کشته شدگان این زلزله دردناک، چندین برابر بیشتر از کشته شدگان جنگ ایران و عراق خواهد بود و تلی از خاکستر از کشور ما به جای خواهند نهاد. بیشتر از این نمیخواهم در این باره با شما سخن بگویم، زیرا از درون از این امکان رنج میبرم و احساس دردناکی در وجود من شکل گرفته که ای کاش این پیشبینی های من نادرست باشد، ای کاش جنگی در کمین ننشسته باشد، ای کاش اندکی درایت در سر رهبران جمهوری اسلامی، اندکی درایت وجود داشته باشد و به خود بیاید و دریابد که چنین جنگی نه تنها به ویرانی ایران خواهد انجامید، به پایان یافتن حکومت اونها هم خواهد انجامید. در پایان برنامه بار دیگر با پوزش از شما به خاطر شاید کیفیت نسبتاً کمتر پایین‌تر برنامه به خاطر راه دور یادآوری می‌کنم که برنامه برگی از تاریخ از این پس در روزهای دوشنبه ساعت 9 بامداد به وقت کالیفرنیا، 8:30 شب به وقت تهران انجام خواهد شد و نخستین برنامه تازه در دوشنبه، نه این هفته که پیش روی است، دوشنبه دو هفته دیگر خواهد بود، یعنی دوشنبه 27 نوامبر، اگر اشتباه از نظر تاریخی نکنم، برای 27 نوامبر اولین برنامه تازه ما از دوشنبه ساعت 9 بامداد به وقت کالیفرنیا و 8:30 شب به وقت تهران خواهد بود. بار دیگر با ابراز همدردی با هممیهنان رنج دیده ما در غرب ایران، با زلزله زدگان و آرزوی بهتر شدن زندگی بازماندگان و بازسازی این بخش ها به شما با شما بدرود بگویم. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما.